آمریکا. نگید مختاش نزشت. اوکی آقا میریم سراغ تیریدی در این نرم افزار، اما تیریدی که بشه پشتش چرخید. ببینید دانشجوی گلم، وای کرشی وای چی؟ چی؟ چی گفتی؟ چی گفت؟ چی چیه؟ استادک؟ استادک؟ نه استادک؟ استادک. ببین ما میخواییم اسم تو رو بنویسیم. ننویسیم همین که هست استاد دن. ببین این هم یه و می نویسیم یه ه. اول ه. ببین من این ه رو اینجا می نویسم و بعد می زنمش برای اینجا. رنگش هم فعلا توی رنگ هایی می گیریم که حجم رو راحت ببینیم. این رو اکسپندش می کنم، از حالت تکست به شکل تبدیل شد. حالا با افکت 3D اکسترود، اکسترود اینو بهش حجم میده. ببین چقدر راحت. و بعد با این من میتونم اینو چیکار کنم؟ بچرخونم. الان این این روشه، این بغلشه. اوکی بریم جلو یه مقداری بهتر اینو ببینیم. اشکالاتی که داره این لب حالت پله پله بودنشه، ما بهش میگیم بند، که با بلند کردن درست میگه اکسپند اپریانس. نزنید که یه موقع این تبدیل به یه شکل میشه. نگاه کن تا اینو بزنید دیگه این از حالت ادیت تیریدی خارج میشه و یه شکل میشه. اینو نزنید، انتخابش کنید، اپریانس رو بیارید. اپریانس رو که آوردی اینجا اگه این شکل رو انتخاب کرده باشی میبینی که افکت تریدی تو نشون میده که میتونی ادیتش کنی. اینو که زدی حالا ادیتش کن، آپشنش رو باز کن ببین چی بهت میده. خب اینجا که شد جهتش میبینی. حالا این مقدار قطرشه، ببینی چقدی باشه. الان واکه اینجوری واک وای این دلیل هست. حالا ما اینو میاریم میرسونیمش به یک عدد مثلا منطقی مثل. اما اینجا یه قسمه داریم بلند، استپ بلند. این خیلی رو کامپیوتر فشار، هرچی بری بالا اینجا تعداد دفعات تکرار بهتر میشه تا جایی که دیگه اصلا شکل کاملا چی به نظر میرسه؟ گرد. اونجایی که به نظر رسید گرده بس الان 100 تا میده، خیلی هم زیاده. ولی خب این کامپیوتر چیه؟ کامپیوتر قویه داش. خب حالا بیم سر نور. ببین نورشه، الان نورش از اینجا به تابه اینجا روشن میشه، اینجا تیره دیگه. جلوتر بیاری اینطوری تر میشه، اینجا رفت. مثلا اینجا شاید خوب باشه. میتونی هم دوتا نور بذاری، نور دوم بذاری مثلا پایینش، یه بذاری این طرف. ببین حالا این نور رو وقتی انتخاب کردی میتونی بیای قدرتش کم باشه، ولی مثلا با 50% باشه. یه ذره سایزش کمه اینجا، من اینجا رو 30 میکنم. نور محیط رو، نور محیط رو میتونیم با ambient light کم کنیم. ببین این نور محیطه، یکم کمتر کنیم نور پردازی بیشتر خودش رو نشون میده. نور ambient میدونی مثل چیه؟ مثل اینکه شب مثلا چراغای خونه هم که خاموشه میخوای بری دستشویی، یه دفعه نمیری توی یخچال، یه ذره نور هست میری دستشویی. هیچکی هیچی نگیم. خب این هایلایته. ببین این بر
نکن درستش این هوک یه انچه جورابه تو در آوری این زیر لب تو من وای از دری آدم میبینی بله همه بدونن دیگه جورابه ته تو انقدر خنگی که فلش رو به عنوان جوراب استفاده کردی این هایلایت انتنسیتیه یعنی که این چقدر پررنگ باشه این سفیدی ها اگه زیادش کنی برق اگه کمش کنی شبیه پلاستیک میشه اون نور نگاه کن ما اینجا میذاریم مثلا اون شست خودش باش حالا هایلایت سایز این چقدر پخش باشه و چقدر نقطه هرچی نقطه تر فلزی تر این هم که بلند استپ این هم که شیدینگ یعنی اون پرتوهاش چه رنگی باشه این یه ذره صد هنوز کمش 150 بودیم خب اینو فعلا داریم اما یه مشکل دیگه اینجا داریم اونم پرسپکتیوه چیزی که اینطوری قطر داره نمیشه که مثلا یه لوله بره بالا پایینش طبیعتا باید ذره جمع‌ترش اینه که نگاه کن ما پایینش رو جمع میکنیم یه حالت پرسپکتیو میشه اگه من یه ذره اینو بلند بزرگتر کنم شما منظور منو میفهمی نگاه کن این پایینش میداره جمع میشه ببین خب این اینجوری بود ما اینجوریش باید بکنیم یه خورده با پرسپکتیو زیباتر به نظر میاد بله اینجا میبینیمش 50 تا اوکی حالا اینو دیگه دارم به نام فعلا اینو نگه میدارم میذارمش کنار حالا چون به قول معروف این قبلش برشم اکسپند کردم اون شکل اینو پج بدم تکست نیست که به دردم بخوره در نتیجه واک یعنی قسمت وشو مجبورم چیکار کنم جدا بنویسم شوخی شوخی داره یه اسم جدید خلق میشه به نام واک ببین در این مورد میتونم یه شعرم بهت بگم پشه ها دور سرش بید به گمونم لشکرش بید وای ببین من میگم پشه ها دور سرش بید تو بگو وای به گمونم لشکرش بید وای یه شعر خیلی معروفیه پشه ها دور سرش بید وای نه این اول اون شعر معروف است گاو گی وای وای گاو گی وای چی؟ من بقیهش هم حفظ میکردم خب دوباره این واضح رنگ الکی میدیم به خاطر اینکه بتونیم قطر رو بفهمونیم افکت 3D اکسترود این بذاریم اینجا پریویو ببین تقریبا اعدادی که اونجا دادیم سر جاش تقریبا نه همش چی؟ پس چرا اینجوریه؟ یه دست من میکنم خواهش میکنم نم چیز نشه به هم نخوره رابطه عمدن حالا اشکال نه اینجا هم میکنیم 150 تا خب افتاد چرا با هم ننوشتیم میخوام یه شکل خاصی درست کنم نمیخوام اونجوری شه امبینتش یه ذره کم کنیم خوشگلش سیاهیاش نزدیک شه برم خوبه اینم و دقت کنی ما دیگه اینجا تکس رو تکس حفظ کردیم خب پس اینو دیلیت میکنم اینو بندارم کنترل سی کنترل وی حالا دیگه با خیلی راحت عدد حرفشو
به فارسی هم میکنم. نگاه کن این اون شد. حالا اگر انتخاب شده باشه فقط من اینو اینجا اینجوریش میکنم. چی شد؟ رابطه ادامه داره؟ مشکلی پیش نیمد؟ اگه مشکلی دیگه گوه حالا ببین کنترل سی کنترل وی هر اوکی نوشتیم چرا اولش نکرد نه اینجا اولی تکس نبود اولی رفتم اول شیپ کرده بعدش که کپی بگیری تکس میشه نه پس این همه من انجام دادم متوجه نشدی تیکش که دوباره نوشتیم متوجه شدم دوباره نوشتیم بعد ولی تبدیلش نکردیم ببین شما شما اگه آبجکتات رو اکسپند کنی از حالت تکس خارج میشه درسته؟ واک اسم خودت چیه؟ نمیگه خب همین واک خیلی هم عالیه اسمش قشنگه اسم جزو اسامی چیزه اسم خبر متن شدن توی یه شبکه بیرون دیگه این الفه خیلی گنده است بچه ها بذاره یک جوریه اینو کوچکش کنیم منطقه برای اینکه پرسپکتیو کار خراب نشه میدونی توصیه هم چیه بچه ها توصیه هم اینه که هرگز از اینجا نچرخونی چیزی حتما از کجا بچرخونی؟ از اینجا خوشت خیلی خب حالا که من دیگه اینو دارم در اینجا که رو میفرستمش که جلو باشه قشنگ یا پشت باشه اینجا قشنگ اینجا خیلی شروع شد اینجوری خب چیدمانش واقعا بالاتر خوش سلیقه یا یعنی درسته که چیزه ولی سلیقت خوبه خب اشکالش اینه که کلن باید یه ذره این بچرخه احتمالا ما با این بنایت شکرسیم حالا من دنبال چی هستم؟ من دنبال اینم که اینا رو تبدیل کنم مثل بامزه اونو درست کنیم تا اینجاش که در تریدی شدنش هیچ بحثی نیست حالا برای اینکه اولا بامزه شه فرمو از این حالت یه شکل اینجوری به یه شکل اینجوری تبدیل این بهتر جمع یعنی فرم شماره یک رو دیلیت میکنیم آرت بورد رو
آرتبورد اینطوری بیشتر به این کار میاد، پوستریش میاد. دو، برای اینکه خوشگل بشه، جالب بشه، اینا رو رنگ و وارنگ میکنیم. مثلا این یکی رو یه خانواده رنگی شکلاتی آیس کریم رو باز میکنیم، رنگای بستنی به اینا میدیم. مثلا این یکی زرد باشه، این یکی مثلا میتونیم اینجوری باشه. نه نمیتونیم چون بحث هواکه. مثلا برش بدیم حروف باشه، شدن که میشه برش هم میتونی بدی، ولی نه الان میخوام بهت یاد بدم که در این نرم افزار شما موظفی در واقع کار خود درست کنی، یعنی براقیت ها رو الان باید اینجا درست کنی. خب در مورد اینجا ما میایم در قسمت بیویل لبه های این برجستگی رو نرم میکنیم. مثلا اینطوری یا کلاسیک میکنیم، یا مثلا راوند میکنیم قشنگ تر میشه. ببین درست شما میبینی گرد شد لبه ها. به یه زبانی تو ایران هست همون سمت واک تپه بهش میگن پخ، پخ میزنیم پخش. خدا نکنه با یه دختر صحبت کنیم وصلش میفته به هم میرسه، آشفته میشه، شب فکر میکنه به ماجرا چی شو. ها چون میدونی منظورم چی بود از برش؟ بله بله برش. نه برش سبودی که اصلا نمیشه، باید اول درست کنی بعد درست. بله اینجا نرمافزار 3D Max که نیست که ما مثلا بیم یه چیزی رو برداریم وسط کار ببریمون بفهمه که. تام پشیمون میشه از تو من میپرسی چرا؟ چرا؟ آقا بیا بچه ها ببینید یه سری مواظب شیشه باش. خب اون زنی توش کسی پول شود بدید. ببین در اثر بیول کردن و اینکه نسبتاش نمیخونه، ببین مشکلاتی پیش میاد. چرا؟ یعنی تو این نیستش که این نرم افزار خیلی شعورش برسه تو برداری بیول کنی. چرا اینجا اینجوری میشه؟ به خاطر اینکه مقدار بیول اینجا خیلی سنگینه. مثلا بکنیمش 3 تا. نمیدونم کدومو داره بیول میده. آه پریویو بزنیم. اوه اون بالاست قصه. این مثلا با 3 فکر کنم خیلی از مشکلات ما حل بشه. این از این من بهتره که با لایه ها کار کنم. یه ذره این انتخاب کردن سخت شده. حرف وی اینجا پریویو یه ما کنیم 3 ببینیم این درست میشه. نه یک درست میشه. این قطر ظرفیتش بیشتر از مثلا یک و دو نیست، دوه. میبینی؟ چون قطری که شما میدی میخوای اینجوری گرد کنی یک حجمی داره، یه اندازه‌ای داره. الان بالایی با 3 هم جواب داد ولی اینجاش اشکال پیدا کرده. باشه من دارم این فکر کنم حرف ویه. نه نه یعنی کدومه؟ آه این که بود. خب بریم ه اینجا رو میکنیم دوتا. اوکی میکنیم بهتر شد این لبه. میایم اینجا حرف آ اینجا رو میکنیم دوتا. انشالله که مشکلش حل شه که شد. البته خب لبش خیلی کم گرده با این قطر همه مجاور. اینجا رو میکنیم دو.
خب ببین اینجا یه چیز عجیب غریبه دیگه هم داریم اینجا توی کمرش اینجا اینا رو بعدا باید حل کنیم، ولی یه ذره اون حالت زمختی تو لبه ها گرفته شده، میبینی؟ بهتر شد. خب حالا اگر من اینجا بیام و به جای این دو پیتی اینجا اینو بزنم چی میشه؟ ببین اینو داره و این میگه به سمت بیرون بزنیم به سمت داخل، برای همینه که شکل قطعی سید به سمت داخل. خب حالا میام اینو خوشگل میکنم، یه بک‌گراند نسبتاً باحال براش میاد. مثلا من اینجا یه بک‌گراندی دارم برای حالت کاغذ جواب میده، من میام از اون استفاده میکنم. فکر میکنم اینجا دارمش. ببین اون خیلی بزرگه، من اینو آلتو نگه میدارم کوچیکترش میکنم و نسبتش هم اینوری میکنم، مثلا میذارمش اینجا و تا جایی که نسبتش بخونه میرم بالا، مثلا شاید اینجا میخونم. حالا این هم اشکالی نداره چون عکسش بافته، خیلی معنی که نداره. این میفرستم عقب ترین لایه، ببین داره یه هویتی میگیره کار، درست شد؟ آره صدر راست شد خیلی معنی. چی؟ سایه هم میخوام بدم. اینجا تو دسکتاپ یه پروژه درست میکنم، اینجا میذارم اسمش مثلا پروژه هواک کاوکی وای وای. خب